High ground outside the city. Syrian troops fire on Deir ez-Zor. نیروهای ارتش سوریه از ارتفاعات مجاور دیر ez-Zor به سمت شهر شلیک می‌کنند. آنها با توپخانه سنگین و تانک شهر را زیر آتش گرفتند. با متوقف شدن گلوله باران یک ناحیه، مردم به تشییع پیکرهای قربانیان و عزیزان خود می‌پردازند. در دمشق، پایتخت سوریه، یک خانواده به نوجوان خود بدرود می‌گوید. یک قربانی دیگر در راستای تلاش رژیم برای نابود کردن مخالفین. مردم میگویند وی بر اثر گلوله تکتیراندازان در شهر میدان در حومه دمشق که ساکنان آن مخالف اسد هستند کشته شد. برای مسلمانان ماه رمضان ماه روزداری، نیایش و مناجات، ماه صلح و پاکیزگی روح است. ولی برای بسیاری از مردم سوریه چیزی تغییر نکرده. رژیم هنوز به قتل عام مردم ادامه می‌دهد. مقام های سوری مدعی هستند که برای ایجاد اصلاحات تلاش می‌کنند. ولی این حرف‌ها با خواسته مردم که سرنگونی رژیم در تمامیت آن است، سالهای نوری فاصله دارد. اما سرانجام این همه خونریزی توجه جهان را جلب کرده و محکومیت بین المللی وزن بیشتری پیدا کرده است. بان کی مون دبیر کل ملل متحد در یک تماس تلفنی با بشار اسد از او خواست تیراندازی به سوی غیر نظامیان را متوقف کند. The Prime Minister of long-time ally Turkey. نخست وزیر ترکیه متحد قدیمی سوریه نیز علیه این حوادث موضع گرفته و گفته است که قول تغییر باید به سرعت عملی شود. رجب طیب اردوغان گفت: Our patience is running out. Therefore, I am sending the Turkish Foreign Minister to Syria. صبر ما تمام شده است. پس از 5 ماه تظاهرات بیوقفه و بیش از 2000 کشته، تظاهرکنندگان می‌پرسند چرا جهان این همه در نشان دادن واکنش تأخیر کرده است. با گذشت زمان، نگرانی همسایگان سوریه در مورد امنیت کل منطقه نیز شدت می‌یابد. And as more time passes, the concerns of Syria's neighbors about the region's security keep growing.